منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر، بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر، بیفشاند جهانی بذر شوکت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سروران گرامی و بزرگواران عزیز، باز هم با موضوعی دیگر از سلسله برنامه‌های عقیده اسلامی خدمت شما رسیدیم. امیدوارم که خداوند متعال همه من و شما را جزو رستگاران واقعی بگرداند، کسانی که در این جهان مطابق با حکم الله و رسول زندگی می کنند و سعادت و رستگاری دائم را برای خودشان می خرند. موضوع ما زندگی حقیقی است که زندگی حقیقی همون زندگی آخرت است. ما در واقع در این جهان برای آزمایش آورده شده ایم و برای اینکه برای زندگی دائمی و ابدی خود آمادگی بگیریم. آنچه که از وقت و امکانات و سلامتی و تندرستی و هزاران نعمت الله متعال در اختیار ما قرار گرفته، فقط به خاطر این است که ما برای زندگی حقیقی و دائمی در این دنیا آمادگی بگیریم. چون همه چیز این جهان سرانجام نابود خواهد شد و آنچه که باقی میماند فقط ذات الله متعال است. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. هر چیزی که در روی این زمین شما میبینید یا نمیبینید، همه این مخلوقات فنا شدنی است و از بین رفتنی. آنچه که باقی میماند فقط ذات گرامی الله است. آری، در سوره حدید آیه 20 الله متعال می‌فرماید: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. بدانید که زندگی دنیا تنها بازیچه و سرگرمی و تجمل و تفاخر بینکم، فخر فروشی در میان شماست، و تکاثر فی الاموال و افزون طلبی در مال و فرزند. که مثل غیث، همانند بارانی که رویدنیش گیاهی که در نتیجه باران می روید، کشاورزان را و مردم را به شگفتی وامی دارد که زمین خشک پس از یک بارانی که از خزائن رحمت الله سرازیر می شود، ناگاه شما می بینید که زمین تر و تازه می شود. ثم یهیج فتراه مصفرن، سپس می بینید که زرد می شود و پاییز فرا می رسد. ثم یکون حطاما، سپس به کاه تبدیل می شود و
از بین می رود. و فی الاخرت عذاب شدید، و در آخرت برای منکران نعمت الله و قدرت الله متعال عذابی سخت است. و آمرزش پروردگار و مغفرت من الله و رضوان، و برای بندگان نیک و فرمان بردار الله متعال بخشش است از سوی الله و خوشنودی است. و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. این از اون پیامی که باید بدانند و بشنوند همه انسانهایی که در این جهان زندگی می کنند. این پیام با درشترین خط و رساترین صدا باید به گوش همه انسانها برسد. و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. نیست این زندگی دنیا جز متاع فریبندی اندک. چند روزی، فقط چند روزی است که همین دیروز بود که من و شما متولد شدیم، راه افتادیم، بزرگ شدیم، کم کم داریم به سوی قبر نزدیک میشیم، به آخرت نزدیک میشیم. این دنیا، این دنیای فریبنده، همچنان که گذشتگان را فریفت، بسیاری از من و شما را نیز دارد میفریبد، مغرور میکند. بسیاری از ما فراموش میکنیم که گویا ما در یک امتحان هستیم، فکر میکنیم که این دنیا همیشه باقی خواهد ماند. آره، زندگی دنیا فقط یک بهار زودگذری است که به زودی پاییز و زمستان تازگی و شادابی آن را در هم خواهد پیچید. و فقط زندگی آخرت است که باقی می‌ماند. آره، انما مثل الحیات الدنیا کما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. زندگی دنیا مثل همین بهاری است که آبی از آسمان فرو می‌ریزد و پس از مدتی این گل و چمن و بهار به دامان پاییز می‌افتند و پاییز هم عمرش به پایان میرسد و زمستان فرا میرسد و در زمستان دیگر اثری نه از گل است و نه از چمن و نه از گیاه. چون این از زندگی دنیا که بالاخره همه چیز از بین خواهد رفت. و جالب است که در این آیه سوره یونس، حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها. این است انسان گمان میکند، تصور میکند که خلاص مسلط است، میتواند همه چیز را به نفع خودش نگه دارد. قادرون علیها، اتاها امرنا لیلا او نهارا. امر ما، اراده ما که آمد، چه شب چه روز، ناگهان همه چیز تمام می شود. آره، و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. بفهمید این پیام را، بگیرید این پیام را. چه فرقی نمی کند چه من و شما یه مسلمان چه غیر مسلمان، باید بفهمیم که این دنیا لهو و لعب است، بازیچه است، موقت است. و این الدار الاخرت لهی الحیوان. این زندگی آخرت است که همیشه باقی خواهد ماند. لو کانو یعلمون. اگر می دانستند، کاش می دانستند، کاش انسان ها می دانستند
که آنچه که باقی میماند فقط زندگی آخرت است، همون زندگی حقیقی، زندگی که من و شما به خاطر اون آفریده شدیم، زندگی که بهشت و نعمتهای اون پایان ناپذیر است، بهشتی که نعمتهای اون و لذتهای اون برای همیشه خواهد ماند و اهل ایمان و اهل سعادت و رستگاری در اون بهشت همیشه خواهند ماند. امیدواریم که خداوند من و شما را جزو رستگاران بگرداند، جزو کسانی که در اون نعمتهای جاویدان میمانیم، خالدین فیها ابدا، همیشه در اون بهشت خواهند ماند و همیشه از اون نعمتها استفاده خواهند کرد. اما انسان هرچه عمرش بیشتر می شود، سنش بالاتر می رود، حرصش بیشتر می شود. در حدیث صحیح پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم می فرماید: لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین. انسانی که عمرش بالا می رود، قلبش در دو چیز همیشه جوان می ماند: فی حب الدنیا و طول الامل، در محبت دنیا و طولانی بودن آرزو. بسیار آرزوهای طولانی در سر دارد، برای خودش، برای فرزندانش، برای آینده، و نمی فهمد که همین زودی است که عمرش به پایان برسد. دقایق پایانی عمرش است، ساعات پایانی عمرش است، روزهای پایانی عمرش است، اما او همچنان دارد برنامه ریزی می کند. و حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه جمله بسیار جالبی دارد. می فرماید: ارتحلت الدنیا مدبره و ارتحلت الاخره مقبله و لكل واحده منهما بنون. دنیا دارد از ما دور می شود، آخرت دارد به ما نزدیک می شود، و هر کدام از این دنیا و آخرت فرزندانی دارد. فکونوا من ابناء الاخره، شما از فرزندان آخرت باشید. ولا تکونوا من ابناء الدنیا، از فرزندان دنیا نباشید. فان اليوم عمل ولا حساب، امروز روزی است که من و شما می توانیم عمل کنیم و حسابی نیست. و غدا حساب ولا عمل، و فردا روز حساب خواهد بود و در اونجا عملی نخواهد بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند که اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. انسان که مرد تمام اعمالش منقطع می شود مگر سه چیز: یکی صدقه جاریه، یکی علمی که از اون سود می برد، و یکی فرزند صالحی که براش دعا می کند. و از ثمرات ایمان به روز آخرت این است که انسان شوق و رغبتش به انجام طاعات و عبادات بیشتر می شود، ترس از گناه و ترس از عذاب او را از دنیا اندکی ناامید می کند و به آخرت مرغوب می کند. تسلی و اطمینان مؤمن و همچنین ایمان به روز رستاخیز در واقع اساس سعادت فرد و جامعه است. سروران گرامی، امیدواریم که الله متعال من و شما را جزو رستگاران حقیقی و دائمی بگرداند و زندگی آخرت را در چشم ما و در قلب ما به عنوان یک هدف قرار بدهد و ما را در این جهان فانی توفیق عنایت کند که از دنیا مزرعه الاخره، بدانیم که دنیا کشتزاری برای آخرت است و ما آمده ایم که از این کشتزار برای آخرت خودمون چیزی توشی جمع کنیم. خدایا ما را جزو رستگاران دائمی و حقیقی بگردان، گناهان همه ما را مغفرت بفرما و من و بینندگان عزیز را جزو کسانی بگردان که آخرین کلمه ما لا اله الا الله محمد رسول الله باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت، که خالص باشد از هر شرک و بدعت. نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر،
بیفشاند جهانی بذر شوکت، شکسته هر بوت و هر بوت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.